ریاست امور زنان ولایت هرات امروز به هدف همکاری با نیروهای امنیتی کمپاین اهدای خون را راه اندازی کردند. در دقایق آغازین این برنامه کارمندان ریاست امور زنان پیشگام شدند و خون اهدا کردند. انیسه سروری رئیس امور زنان ولایت هرات میگوید که نیروهای امنیتی همواره به منظور پاسبانی از خاک کشور و مبارزه با هراس افکنان مبارزه می کنند و این کمپاین را به هدف حمایت از سربازان کشور و زنان نیازمند خون راه اندازی کردند. برنامه امروزی به مناسبت حمایت از نیروهای امنیتی و همچنان خانم هایی که نیازمند خون هستند در زایشگاه ولایت هرات راه اندازی شد از طرف ریاست امور زنان و یک اطلاعیه پخش شد که به صورت عموم هم خانم ها و هم آقایان خودجوش میتونن بیاین و به خاطر حمایت از نیروهای امنیتی خون ادا کنن که انشالله این کمپاین ما تا آخر همین هفته جریان دارد. در این حال شماری از نیروهای امنیتی و ساکنان هرات میگویند که اهدای خون به سربازان در واقع زنده کردن جان محافظان کشور است. امروز به خاطر کمپاین خوندهی آماده ایم که مسلک های ما در نیروهای در صفوف پلیس و اردو در نورد با دشمنان می جنگن، به خاطر ازو به خاطر کم خون بودن ازنا که یک وقت کم خون می شن، به خاطر ازو آماده ایم که خون بدیم که به مشکل نخواد. ما آماده ایم به خاطر که به اردو ملی خو کمک کنه، به خاطر که اونا ما هم کمک میکنن، همه شب و روز به خدمت ما هستن، ما هم آماده ایم به خاطر از اونا که کمک کنه. در همین حال عامر بانک خون ولایت هرات میگوید که خونهای اهدا شده مطابق با نیاز به پایگاه 207 ارتش و دیگر مراکز نیروهای امنیتی فرستاده خواهد شد. ما ماهانه 100 تا 120 پاکت روزانه 100 تا 120 پاکت خون توزیع داریم در شفاخونه‌های دولتی و شخصی. باز از این خونی که مردم به صورت خودجوش با بانک خون اهدا میکنن، ما در ماه یک مرتبه دو مرتبه با قلوروی ظفر به صورت 10 واحد یا 20 واحد میتونیم کمک کنیم. برای رئیس امور زنان مدت زمان این کمپاین را یک هفته عنوان کرده است. این در حالی است که گاهی در روزهای خاص برنامه‌های اهدای خون به منظور حمایت از نیروهای امنیتی راه اندازی می‌شود. اما ظاهراً کمپاین امروز با استقبال چندانی از سوی مسئولان دولتی روبرو نبوده است.